خود پروردگار داره میفرماد ان یکونو، اگر باشند عروس خانوم یا آقا داماد یا خانواده های این دوتا یا یکی از این دوتا، یکونو ضمیرش مونید به چی برمیگرده دیگه؟ خب یکونو جمع دیگه، عروس خانوم ها یا آقا داماد ها یا هر دو فلان. فقیر بودند اینها چیکار باید بکنم؟ میگه آقا ما 20 میلیون رهن رو نداریم. میگه من پروردگارم نگفتم تو اول باید 20 میلیون داشته باشی بعد و انکه هل ایاما بری ازدواج بکنی یا پول اجاره خونه داشته باشی. من پروردگار به تو گفتم برو خطبه عقد را بخوان، صیغه عقد را جاری کن، محرمیت رو ایجاد بکن. اول این کار رو گفتم. شما اینجا به من پروردگار میتونی اعتراض کنی بگی آقا ما میخوایم صیغه عقد بخونیم 20 میلیون تومان خرج بده. خب بسم الله، کی پیداش بده حرف بزنه؟ من ندیدم تا حالا تو هیچ، نه تو حدیث دیدم، نه تو روایت، نه آیه قرآن، نه تو اجتماع دیدم کسی بخواد بخونه آقا ما میخوایم صیغه عقد بخونیم. حالا تو بحث صیغه عقد میرسیم. شما میخوای یک صیغه بخونی، پروردگار یک صیغه عقد برات قرار داده، یک خط میگه اینو بخون، عروس به داماد، داماد به عروس محرم میشه، مادر زنش هم بهش محرم میشه، پدر زن هم به زن محرم میشه، تموم شد. نه خرجی دارد، نه برجی دارد، نه 20 میلیون میخواد، نه پول، نه هزار تومانی میخواد، نه یه دونی یه دونی گشت دل ها بیقرار یبن الزهرا، یبن الزهرا، یبن الزهرا، خلقتت لطف خدا آرزوی مصطفی، ای گل طه، ای گل طه، ای گل طه. اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. در آیه 32 سوره مبارکه نور می‌فرماید که ای کسانی که ایمان آورده اید، اما از زن و مرد، دستوری رو که به شما داده میشه اطاعت کنید و اون دستور رو انجام بدهید و اون دستور این هستش که انکحو، یعنی به نکاح درآورید، که عرض کردیم واژه نکاح در جلسه گذشته که اولین جلسه بحث ازدواج که زیر مجموعه بحث حجاب و در واقع ارتباطی نه چندان دور با بحث حجاب هم دارد و ارتباطش رو تا حدودی عرض کردیم و بازم عرض خواهیم کرد، اونجا گفتیم که واژه نکاح یعنی به عقد درآوردن و به ازدواج درآوردن هست. در قالب انکهو که قرار میگیره این معنا رو دارد و لذا مؤمنین و مؤمنات مخاطب این آیه شریفه هستند حسب دستور قرآن کریم که به ازدواج در بیاورید. چه کسانی رو؟ مردان و زنانی که بی همسر هستند، یعنی مردان بی زن رو زن بدهید، زنان بی شوهر رو همسر براشون انتخاب کنید، مرد براشون انتخاب کنید. و عرض کردیم که این خطاب نه تنها شامل جوانی که اصلا ازدواج نکرده می شود، یعنی
جوانی که 22 سالش، 24 سالش، 25 سالش، 30 سالش، هر چی هست اصلا ازدواج نکرده، یا پسر هست یا دختر هست، نه تنها مشمول این آیه شریفه میشه که باید بره ازدواج بکنه و یا کسانی باشن که اینها رو به ازدواج هم در بیاورن، نه تنها اینها مخاطب آیه هستن و مشمول این آیه میشن، بلکه هر زنی که شوهرش از دست رفته و هر مردی که زنش هم از دست رفته، این دوتا. سوم این که هر مردی که به هر دلیلی زنش رو طلاق داده و هر زنی هم که مرد از مردش طلاق گرفته به هر دلیلی که هست، اینها هم مشمول این آیه شریفه هستن. این سه نکته. چهارمین نکته هم این که آیه شریفه اصلاً به سن افراد در این زمینه کاری نداره. البته بله، وقتی که لغت صالحین رو به کار میبره یعنی شایستگی برای ازدواج داشته باشن اینها، و صالحین من عبادکم، یعنی اینکه البته در مورد کنیزان و غلامان هست، لکن در احادیث که وارد میشویم میبینیم که باید طرف شایستگی ازدواج داشته باشه، یعنی مثلا دختر خانم 13 ساله رو به خانه بخت نفرستن، آقا پسر نمیدونم مثلا 17 ساله رو به خانه بخت نفرستن، نگاه بکنن ببینن این واقعا میتواند یک خانواده رو اداره بکنه، مسئولیت یک خانوم رو به عهده بگیره، یا بالعکسش هم خانومی باشه که مسئولیت یک آقا رو به عهده بگیره. همش اینجور نیست که ما بگیم مسئولیت ها فقط بر عهده آقا هست و خانوم هیچ کار از تو خونه. اینها رو بعدها عرض خواهیم کرد انشاءالله به لطف پروردگار. نکته ای که هستش اینجا اینه که این شایستگی وقتی احراز شد، اون وقت سن اگر طرف 70 سالش هم هست، 60 سالش هم هست، همسر خودش رو از دست داده یا در موقعیتی بوده که این نتوانسته زن بگیره، مثلا در یک اسارتگاهی بوده مثل آزادگان سرافرازی که در جمهوری اسلامی ایران سالهای سال در اسارت دشمن بودن و اینها آزاد شدن، وقتی آزاد شدن بعضیشون رخونی 60 سالشون شده بود، 40 سالشون بود تو جبهه اینا اسیر شده بودن، 20 سال در اسارتگاه بود، 60 سالش بود آزاد شد. حالا این 60 سالش که آزاد شده بگیم آقا دیگه وقت ازدواجش گذشته، بر بنده و شما لازم و واجب هست که بریم برای این برادر دینی خودمون یک همسر خوب انتخاب بکنیم، دستشو تو دست یک خانومی بگذاریم و اینها رو روانه خانه بخت به قول معروف بکنیم. انکهو معناش این هست. پس این چهار نکته رو ذیل واژه انکهو باید در نظر گرفت که فقط شامل مجردین به این معنا نمیشه. اینو جلسه گذشته تا حدودی پیرامون این قضیه عرض کردیم. ممکنه واژه ایاما رو ما تذکر نداده باشیم. واژه ایاما رو هم من دیدم که مرحوم علامه گرانقدر و ارجمند علامه طباطبایی رحمت الله علیه در تفسیر المیزان ذیل همین آیه شریفه واژه ایاما رو این چنین توضیح داده ایشون که ایاما از واژه همزه یا میم ایم مفردش هست و به معنای پسر عزب و یا دختر عزب هست. یعنی عزب یعنی چی؟ عزب با این و زای اخترا زارا، یعنی عزب یعنی کسی که ازدواج نکرده و مجرد هست، به این معنا هست. انکهو الایاما یعنی این که پسران عزب و دختران عزب و هر کس مثل اینها هستن که اینها عزب هستن، اینها رو باید شما وسیله ازدواجشون رو فراهم بکنید و خلاصه نگذارید اینکه کسی از مؤمنین و مؤمنات باشد که اون فرد ازدواج نکرده باشه، بدون خانه باشه، بدون خانواده باشه، در واقع بدون همسر باشه. حالا اینجا یک بحثی هست که انشالله این بحث رو ما مطرح بکنیم. همواره دیدید که یه مقداری ما بحثا رو عقلی مطرح میکنیم. چرا؟ برای اینکه یه عده‌ای تو جامعه هستن فرضاً میگن ما اعتقادی آقا به این مطلب نداریم. ما در کنار اون که
این بحثی که مطرح میکنیم شرعی، قرآنی، روایی هست، همواره بحث عقلی رو هم مطرح میکنیم. یعنی میگیم همواره اینطور نیستش که شما تصور کنید ما همش میخوایم که آیات قرآن رو برای شما بخونیم، احادیث و روایات، شما بگیم ما اینها رو مثلا قبول نداریم، اعتقادی نداریم، مذهب ما مثلا فرق میکنه و عقلی مطلب رو تایید نمیکنه. نه، هر اون چیزی که قرآن کریم و روایات و احادیث اون مطلب رو تایید کرده باشند، اون مقداریش که عقل ما بهش قد بده و برسه 100% تایید میکنه، مطمئن باشید. حالا اون یه مقدار بحث عقلی هم در کنار این قضیه خواهیم داشت، بحث روانشناسی و روانشناسانه و همچنین بحث شرعی و نقلی خودمون رو. یک بار دیگه آیه رو معنی میکنیم. خواهش میکنم که خوب توجه بکنید با واژه‌ای که صحبت کردیم پیرامونش، واژه انکحو، تذکری که دادیم، واژه ایاما رو هم عرض کردیم، صالحین رو هم در این آیه شریفه عرض کردیم. منظور از صالحین یعنی این نیستش که فقط بروید سراغ افراد شایسته و صالح و اونها رو به ازدواج در بیاورید، یعنی بگردید یه نفر که هیچ موردی نداره، خطایی نداره، گناهی نداره، جوان بسیار متدین با تقوای هست، اینو فقط وسیله ازدواج فراهم بیارید. اگه یه جوانی حالا دوتا خطا از دستش در رفت انجام داد، گناهی از دستش در رفت، و عرض به خدمتتون این که همچین ظاهرش یه خود همچین زیاد به قول امروزی ها حزب اللهی هم نیست، اینو بگیم آقا ما دست به ترکیبش نمیزنیم، به ما چه که سراغ این بریم برای ازدواجش. نه، میگه آقا این رو هم برید همسر همکف و همتای خودش رو براش پیدا بکنید و به هر حال نذارید بی همسر باشه. صالحین در این آیه شریفه دقت داشته باشید، یعنی این که شایستگی برای ازدواج پیدا کرده باشن، نه خودشون آدم های شایستهی باشن که ما اگه غیر از این باشه بگردیم بریم فقط افراد حزب اللهی رو بریم زنشون بدیم یا شوهر براشون پیدا بکنیم، اینطور نیست. یک بار دیگه آیه رو معنی میکنیم، بعد ادامه بحث رو انشالله خواهیم داشت. دقت بکنید در آیه شریفه، و انکحوا الایاما منکم، پس شد که مردان و زنان بی همسر را همسر دهید. باز یک تذکر دیگه هم اینجا دوستان حتما دارن اینها رو یادداشت میکنن، اینا تذکراتیست که همه جا ممکنه گیر ما نیاد، اونام که صدای ما رو به هر نحوی میشنون دقت داشته باشن. و اون تذکرم باز اینه، منهای اون 3-4 تا تذکری که ذیل نکاح ما دادیم، انکه او مردان و زنان بی همسر را همسر دهید و انکه او الایاما. این تا اینجای قضیه است، مردان و زنان بی همسر را همسر دهید. خب اینجا یه مطلبم هست، آیا خود اون کسانی که واجد شرط ازدواج و شرایط ازدواج هستن اینجور میشه که بگن آقا آیه که نفهموده ما بریم ازدواج بکنیم، بلکه فهموده به ازدواج درآوری، ما خودمون نریم زن بگیریم یا شوهر بکنیم، بریم یکی دیگر رو شوهر بدیم و زن براش پیدا کنیم. نه، آیه شریفه این رو در دل خودش داره، یعنی میفهمد که در آیات دیگه هم در قرآن کریم داریم انسان وقتی که یه کاری رو میخواد که دیگران انجام بدهند کار نیک، باید حتما خودش عامل به اون کار چی باش، ولذا قرآن کریم دیگه نمیاد بگه برید اول ازدواج بکنید بعد به ازدواج در بیارید، یک واژه رو به کار برده که اون واژه قبلی رو هم در دل خودش چی داره. وقتی میفهمد به ازدواج در بیاورید، یعنی اول باید خودتون ازدواج چی بکنید، بعدم به ازدواج در بیاورید، ازدواج بکنید به ازدواج هم در بیاورید. و صالحین من عبادکم و امائکم، و همچنین غلامان و کنیزان صالح و درستکارتان را براشون شوهر پیدا کنید و زن پیدا بکنید، برای غلاما زن پیدا بکنید، برای کنیزها شوهر پیدا بکنید، نگذارید اینها به هرزگی و فساد و فحشا دوچار بشوند. خب وقتی که واجد شرایط ازدواج شدند، شرط ازدواج در اونها حاصل شد، بروید برای اونها این کار رو انجام بدید.
ان یکونو فقرا، اگر کسی این وسط اومد ادعا کرد که آقا بنده میخوام ازدواج بکنم، خانه الان 20 میلیون 15 میلیون 10 میلیون رهن میخواد، ماهی فلان قد تومان هم اجاره میخواهد، الان من چه کار کنم؟ خدا گواه من تا این ساعت نه آیه نه روایت نه حدیث نه نمیدونم اینها رو ندیدم، تو قانون ازدواجم ندیدم که حتما طرف وقتی که میخواد ازدواج بکنه، همین الان که میخواد خطبه عقد رو بخونه، که پیرامون خطبه عقد هم حالا ما توضیحات لازم رو خواهیم داد که ببینید چه چیزهایی رو ما باره به ازدواج کردیم که اصلا تو وادی ازدواج این چیزا اینگونه که ما تصور میکنیم اصلا نیست. داشته باشید، من ندیدم تا الان که این بحث مطرح باشه که تا ما داریم خطبه ازدواج رو میخونیم، خطبه عقد رو میخونیم، طرف باید خونش آماده باشه، این آقا دست خانوم رو بگیره، این خانم دست آقا رو بگیره، برن تو این خونه 10 میلیونی 15 میلیونی با رهن و اجاره فلان قیمت باشه، برن بشینن اونجا. قرآن هم این مطلب رو نمیفرماید. قرآن میفرماید شما اول بیاید برادری خودتون رو اثبات بکنید، بگید ما بنده تو هستیم پروردگارا، بنده تو هستیم خدایا، اول اینو اثبات بکنید به من خدا. اگر من شما رو لنگ گذاشتم، شما قرآن رو ببوسید بذارید کنار، بگید آقا یه حرفای زدی بار پروردگارا، یه دونش هم نعوذ بالله العیاذ بالله درست از آب در نیامد، خدا حافظ ما دیگه با تو کاری نداریم، تموم شد رفت. ولی من پروردگار که قرآنم رو بر سینه پیامبر نازل کردم، دارم به شما عرض به شما میفرمایم من پروردگار که چی؟ ان یکونو فقرا. فقرا اینجا یعنی چی؟ فقرا جمع فقیر هست. فقیر یعنی چی؟ فقیر رو تعریفشو همیشه داشته باشید. تعریف فقیر هم ممکنه جاهای دیگه اینگونه برای شما تعریف نکنن. این که میگیم جاهای دیگه برای اینکه ما نمیریم وقت نداریم بریم دنبال تعریفش. من در آوردم راحت به شما میگم. فقیر کسی است که دخلش مساویه با خرجش نیست، بلکه خرجش در حد متعارف بیشتر از دخلش هست. دخل یعنی درآمد، خرج یعنی مخارج. فقیر کسی است از نظر شرعی، فقیر از نظر شرعی کسی است که مخارجش بیشتر از درآمدشه، به شرطی که در حد متعارف خرج بکنه، ولنگواز تو خرج کردن نباشه، دست و دلواز تو خرج کردن نباشه، بی بندوبار تو خرج کردن نباشه، این میشه فقیر شرعی. بعد اینجا یه بحثی داره، شما تو دفترتون که یادداشت میکنید، امیدوارم که این یادداشت‌ها رو داشته باشید به دردتون میخوره، اینو داشته باشید که اون وقت فرق است بین فقیر و مسکین که قرآن هر دو رو استفاده کرده. مسکین رو هم قرآن واژه‌اش رو استفاده کرده. مسکین از فقیر وضعش خرابتره، یعنی اصلا درآمدی نداره، نان شبش را هم ندارد، اینو بهش میگن مسکین از نظر شرعی. شما میگی تکلیف جدا این وسط چی میشه؟ شارع به شما جواب میده اصلا در شریعت اسلام ما چیزی به نام جدا و جدایی نداریم، و لذا فرمودن جدایی که لغت تکدی براش استفاده میشود حرامه در شریعت اسلام. حرام دست دراز کردن جدایی کردن فلان حرام هستش، اسلام با این امور مخالفه و به دهندش هم داره تذکر میده که نده، مگه کسی فقیر باشه به کسی به فقیر برای کمک بکنه با اون شرایط خاص خودش. جدایی حرام، دقت بکن. ان یکونو فقرا، فقرا جمع فقیر، یعنی اگر اینجا داماد یا عروس یا خانواده این دوتا یا یکی از این دوتا فقیر بود، خود پروردگار داره میفرماید آقا ما چی کار داریم؟ ما که بود و نبودمون همه دست پروردگاره، اصلا چیزی دست ما نیست، همه چیمون دست پروردگاره. خود پروردگار داره میفرماید ان یکونو، اگر باشند عروس خانوم یا آقا داماد یا خانواده های این دوتا یا یکی از این دوتا، یکونو ضمیرش مونید به چی برمیگرده دیگه؟ خب یکونو جمع دیگه، عروس خانوم ها یا آقا داماد ها یا هر دو فلان،
فقیر بودند اینها چیکار باید بکنن؟ میگه آقا ما 20 میلیون رهن نداریم. میگه من پروردگارم نگفتم تو اول باید 20 میلیون داشته باشی بعد و انکه هل ایاما بری ازدواج بکنی یا پول اجاره خونه داشته باشی. من پروردگار به تو گفتم برو خطبه عقد را بخوان، صیغه عقد را جاری کن، محرمیت رو ایجاد بکن. اول این کارو گفتم. شما اینجا به من پروردگار میتونی اعتراض کنی بگی آقا ما میخوایم صیغه عقد بخونیم 20 میلیون تومان خرج داره. خب بسم الله، کی پیدا شده این حرفو بزنه؟ من ندیدم تا حالا تو هیچ، نه تو حدیث دیدم، نه تو روایت، نه آیه قرآن، نه تو اجتماع دیدم کسی بخواد بخونه آقا ما میخوایم صیغه عقد بخونیم. حالا تو بحث صیغه عقد میرسیم. شما میخوای یک صیغه بخونی، پروردگار یک صیغه عقد برات قرار داده، یک خط میگه اینو بخون، عروس به داماد، داماد به عروس محرم میشن، مادر زنش هم بهش محرم میشه، پدر زن هم به زن محرم میشه، تموم شد. نه خرجی دارد، نه برجی دارد، نه 20 میلیون میخواد، نه پول، نه هزار تا یه تومانی میخواد، نه یه دونه یه تومانی حتی میخواد، هیچ. انکه هل ایاما، ببینید این رو در بر داره. یعنی چی؟ یعنی من پروردگار که میگم انکه هل ایاما، فکر همه چیشو کردم، شما فکر نکرده داری به من اعتراض میکنی، میگه من خونه از کجا بدم؟ من نگفتم برو خونه بگیر، گفتم برو عقد کن، یک نامزدی پیدا بکن، یک کسی رو نامزد کن به عنوان همسر آیندت، برو به عقد شرعی خودت در بیار. عقد شرعی تو این هر کشوری هم ممکنه برای ثبتش یک مخارجی داشته باشه، شما مخارج ثبت اون عقد رو داری میدی، نه مخارج خود عقد رو فی نفسه. عقدی که من پروردگار برای در نظر گفتم خرجی نداره. بعد شما رفتی انکه هل ایاما درست شد، ازدواج تمام شد، حالا اگه دیدی که میخوای مسئولیت این خانه رو، خانواده رو به عهده بگیری، این عروس خانم و مسئولیت زندگی خودت و ایشون میخوای به عهده بگیری، نمیتوانی از عهده خرج در بیای، فقرا هستی، جزو فقرا هستی، فقیر یا نظر شرعی، درآمدت بالانس نیست، یعنی مخارجت بیشتر از درآمدت هست، پس تو فقیری. میفرماید خود من پروردگار، یغنه هم الله من فضله، خود من پروردگار برای تو آمدم تو میدون، دارم میگم آقا من پروردگار بی نیاز میکنمت، هر کسی که انکه هل ایاما رو انجام بده بی نیازش میکنم. از چی بی نیازش میکنم؟ از فضل خودم بی نیازش میکنم. فضل پروردگار چقدره؟ شما برو نگاه کن، جوشن کبیر رو وردشی داری، پس برای چی داری میخونی؟ یا وافی و یا کافی و یا شافی یا ارحم الراحمین، به به، ای مهربان تر از مادر و پدر در حق من، حتی اینو میخواد بگه یا ارحم الراحمین. شما مساوی بذارین جلوش این معنی رو بنویسین، اگر اشکال تو ذهنتون پیدا شد حتما با من مکاتبه کنین، من از روی روایات و احادیث سریع به شما جواب میدم. یا ارحم الراحمین یعنی ای کسی که مهربان تر از خود من به حال من هستی. وقتی مهربان تر از خود من به حال من شد، یعنی این فرد میاد منو وسط کوران حوادث میاد ترکم بکنه، رهام بکنه، این میشه فضلش. یعنی بگه رفت جلو، آقا ما یه چیزی گفت، آقا بعضی هم چی میگه، آقا برو جلو. خیلی هم به ما گفتن، به ما گفتن آقا بیاین مؤسسه رو توسعه بده یا مؤسسه رو فلان کن، شما برو جلو، ما هستیم. مثلا حالا ما که گول نمیخوردیم، ولی میگفتیم چشم، ما شروع میکردیم روی مبانی دیگه حرکت میکردیم، میامدیم جلو، بعد وسط راه میگفتیم که چی شد دیگه، نه موبایلش جواب میداد، نه تلفنش جواب میداد، نه دیگه آدرسش درست بود، نه سراغش میرفتی حرف میزد، یا میگفت گیر کردم، چکای خودم برگشت خورده، آقا الان موقعیت اصلا بساز ساختن نیست، موقعیت توسعه نیست، آقا الان وقت این کارا نیست برادر. یا مثل روسا باشن که تو جنگ 6 روزه اعراب، عرض به خدمتتون که تمام اعرابو فرستادن جلو اسرائیل، سر 6 روز که تموم شد دیگه به اینا سلاح ندادن، جمال عبد الناصر هم بعد چند وقت دیگه اش سکته کرد، دست روسا مرد. خداوند متعال العیاذ بالله مثل روساست؟ روسایی که انقدر پست هستن، انقدر خبیثن،
که در نامردی سرآمد روزگار هستن، سردمدارا رو شروع داریم میگیم که افراد وسط کوران ها همیشه میذارن، خیلی آدم های نامردی هن. آیا العیاذ بالله نستجیر بالله نعوذ بالله پروردگار که ارحم الراحمینه این چنینه؟ یعنی خود من به من مهربون تره همینه دیگه، موبایلش جواب نمیده، تلفنش جواب نمیده، آدرسش دیگه بلند شد از اونجا رفته، این حرفا نیست. میفرماید یغنه هم الله من فضله. فضلش چیه؟ شما میگی یا اجودل اجودین، ای آقای آقاها، یعنی اگر ما رفتیم آقایی پیدا کردیم، اونم نه بین مردم آقا پیدا کنیم، بین مردم آقا تو این الفاظ هست که ما داریم تعارف میکنیم، آقا یعنی امام زمان علیه السلام، آقا یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم، آقا یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام. آقا پیدا کردیم، میگه آقا از این آقاتر است، میگه اون کسی که اینو آقا کرده یک آقاییست به نام پروردگار مهربان، آقای این آقا هاست. تازه ما تازه اگه علی ابن ابی طالب علیه السلام به معنی واقعی شناختیم که چقدر آقاست، اون آقا اون آقای این آقا هاست، آقای این آقاها، این یه بحثی داره خودش. اکرم الاکرمین، ای کرم کننده ترین کرم کنندگان، یعنی کسی که بخششش انقدر زیاد هستش که اون کسانی که میبخشن، تازه خیلی میبخشن، خیلی میبخشن، خیلی میبخشن. یه وقت حاتم طائی خونه ای داشتش که خونش چند تا درب داشت، فقیر میمد میرب درب اول، تق 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 در میزد، میگو آقا من فقیرم. حاتم سپرده بود که بهش بدید، بهش مثلا داریم میگیم به اصطلاح ما 1000 تومان بهش میدادن این در. فقیره زرنگ بود، میرفت در دومم در میزد، مثلا 10 تا 18 تا تو تاریخ داره چند تا در داشت خونش، در دومم در میزد، میگه آقا من فقیرم. میگفت نپرسید که این دیگه اومده در اول نه، در دومم 1000 تومان بهش میدادن. میرفت مثلا 18 تا در داشت، 15 تا در داشت، 10 تا در داشت، همه رو در میزد، همه رو بهش میدادن، نفر 1000 تومان هر دری بهش میدادن. این زرنگ بود، میگه آقا من همه در رفتم همه. چه آدم بخشنده ای. آمدن خدمت یکی از ائمه سلام الله علیه، عرضه داشتن ابن رسول الله، یا حالا امام حسین علیه السلام بود یا امام حسن علیه السلام بود. دقت بکنید، میخواییم اکرم الاکرمین ببینیم یعنی چی. عرضه میداشتن که ابن رسول الله حاتم طائی خونه داره اینقدر درب که هر دری که میری میبخشی، نمیگه آقا برو دنبال کاره، تو همین در قبلی ما 1000 تومان گرفتی، پرو برو پیدات نش. شما چه جوری نسبت به حاتم طائی، شما با حاتم طائی چه جوری قابل قیاس میشین؟ آقا شما چیکار میخواین؟ میگه حاتم طائی از شما جلو زده. حضرت فرمود ما همون در اول انقدر به فقیر میبخشیم که نیاز به آمدن به درب دوم پیدا نکن. این میشه امام زمان شما، یعنی همون درب اول انقدر میبخشه که به درب دوم نمیرسه، اصلا فقیر انقدر بی‌نیاز میشه. شما میگه اکرم الاکرمین، بخشندگان، و مثل امام زمان که حاتم طائی خاک پای اونها هم به حساب نمیان، در بخشندگی پیدا بکن، میشه بخشنده ترین این بخشنده. اون وقت چی میشه؟ این ذهن، این ماشین حساب دیگه مثل ماشین حسابای چینیه، دیگه قاطی میکنه، دیگه نمیکشه، ژاپنیش هم نمیکشه، آلمانیش هم دیگه نمیکشه، که این بخشندگی کجا میره؟ بعد میفهمد یغنهم الله من فضله. ما با این دید به آیه نگاه کنیم، بیاییم بریم جلو. تو رو خدا تا حالا در عمرمون اینگونه آیه رو نشستیم روش فکر بکنیم؟ نه اینکه بنده بخوام بگم معنی پیدا کردم، وحی منزل به من شده، دیشب تو رخت خواب نمیدونم صبح بادم برای شما دارم میگم. خیر، بخوام بگم فکر کنیم روی این آیات قرآن، اینگونه فکر کنیم، ببینیم وقتی میگیم یک کسی مثل وجود پروردگار متعال، وقتی داریم میگیم متصف است به صفات کمال به حد لایتناها، این متصف بودن به صفات کمال چگونه عمل میکنه؟ یک صلواتی بفرستید تا عرضم را ادامه بدم. یه صلوات دیگه هم بفرستید آقا. اللهم صل علی محمد.
حالا محبت کنید و یه صلوات سوم هم بفرستید دیگه. بعد میفرماید که یغنهم الله من فضله، یعنی بی نیاز میکنه خدای تعالی ایشون رو از فضلش. کیا رو؟ کسانی که میرن دستور پروردگار مبنی به ازدواج کردن و مبنی بر ازدواج در آوردن مؤمنین و مؤمنات رو، مؤمنین و مؤمنات رو، اینا رو به انجام میرسونن، این دستور رو اطاعت میکنن. فرمود اگه کم آوردن فقیر شدن من هستم، من نمیذارم بمونن اینا، من بی نیازشون میکنم، من پروردگار بی نیازشون میکنم. چجوری بی نیاز میکنم؟ هم ما خیلی کوتاه برای شما اکرم الاکرمین ارحم الراحمین اجود الاجودین خیلی توضیحات خیلی مختصر برای شما دادیم. یغنهم الله من فضله، چقدر این زیباست، چقدر این زیباست. بعد در ادامه آیه من اون جلسه برای شما این قسمت رو بیشتر توضیح دادم که والله واسع اون علیم، شما وسعت دهندگی ندیدید که من وسعت دهنده هستم، من وسیع میکنم. یه وقت شما میاید درون قبر چشم میندازید نگاه میکنید میبینید یک متر و نیم حد اکثر در نیم متر جا هست، جای دیگه هم هست، هر چی نگاه میکنی توش میبینه که نه. اما یه وقت شما میشی ولی خصوصی من، من چشمتو باز میکنم میگم حالا نگاه کن، تو همون قبر رو نگاه کن. شما تو اون قبر رو نگاه میکنی، یک صحرایی پر از گل و بوته و عرض به خدمتتون این که گلهای معطر و باغ و بوستان، اونم طرف توش داره قدم میزنه، همون روزتون من ریاض الجنه هست، همون قبره. بعضی ها اینجا خیال کردن که، تصور کردن که این قبری که اینجا میگه اون قبرش روزتون من ریاض الجنه میشه عالم برزخ هست. بله انسان وقتی میره میره تو عالم برزخ، اما به همین قبر نگاه میکنی شما روزتون من ریاض الجنه میشه. و مرحوم ملا احمد نراقی به همین قبر نگاه کرد و رفت پایین، از تو همین قبر رفت، حالت مکاشفه بهش دست داد. واسع اون علیم، وسعت دهنده، یعنی یه وقت شما میگی زمان فقط باید همین باشه در قالب 24 ساعته 12 ساعته. اجازه بدید یک روزی بحث معراج رو برای شما بکنم، ببینید واقعا مسئله زمان که مخلوق پروردگاری یعنی چی. مخلوق پروردگار که برای پروردگار دست و پاگیر که نمیشه، که جلوی کار پروردگار رو که نمیتونه اون چیزی که خودش خلق کرده بگیره، که دست پروردگار، دست قدرت پروردگار رو ببنده. زمان مخلوق پروردگار اینجا نمیخواد زمان باشه، نیست. ولذا اون وقت اونجا تو بحث معراج برای شما عرض می‌کنم که پیغمبر چجوری شب همه این آسمان‌ها رو رفته، بعد مثلا لحظاتی هم برگشته زمین، چطور اینو جزء زمان به حساب نیامده؟ خب حالا اون باید بحث بشه. همینطور شما به قبر نگاه می‌کنی، همینطور هم نگاه می‌کنی چجوری این زندگی که من می‌خوام شروع بکنم، منی که حقوقم مایی 300 هزار تومان هست، رفتم می‌خوام نمی‌دونم عرض به خدمتتون که همسری انتخاب بکنم، خونه رو چجوری پیدا بکنم، رفتم و الان عقدی هم خوندم، صیغه محرمیتی هم خوندم، به ازدواج در آوردم، کارهای قانونیش انجام دادم، چجوری خداوند میخواد کمک بکنه؟ مگه تو خالق هستی؟ تو مخلوقی، یک ذهن بسته ای داری، ولی پروردگار که ذهن نداره که تا اینکه بسته باشه. او قدرتش به حد لایتناهاست، والله واسع اون علیم. علیمشو برای چی آورده بعد واسع؟ یعنی که بابا من که دارم به تو میگم انکهول ایاما، میپامت، دارمت، دارم نگاهت میکنم، میدونم تو کی کم میاری کی زیاد میاری. اینجا البته یک بحث مطرحه، این بحث رو بکنیم بریم ادامه آغاز بحثمون رو بگیریم. یه بحث کوتاه، یه خطی دو خطی، و اون اینه زندگی کردن مانند دو کبوتر. شما دقت بکنید به کبوتر قمری، کفترچایی، کبوترهای دیگه، یا کریم، اینا فلان، اینا نگاه بکنید. میره برای این خونش
انقدر بال میزنه، پر میزنه، پرواز میکنه تا یه سولاخی یه جا پیدا کنی که گرگ، عرض بخواد شغال، عرض بخدمتتون که نمیدونم پرندگانی که گوشت خارن، گربه، اینها نتونن به اون تجاوز بکنن، راهی به اونجا نشه باشن. اول اونجا رو پیدا کنم با یک وسواسی. نمیدونم چرا تالش ما تو این هم دقت کردید، من دقت کردم توی هم، حوصله من سر رفته که اینقدر این حیوان رفته. آخه من میگم حیوان خنگ، خب بیا برو این سوراخیست، برو این تو دیگه، خب لونه میخوای بذاری، اینقدر میگرده تا یه جا رو پیدا بکنه. بعد تازه میره دونه دونه از این ریشه های جارو، ریشه های نمیدونم چیزای گیاه های بیابونی، خار فلان پیدا میکنه، میاد اینا رو تو همدیگه میبافه، یه چیزی درست میکنه مثل جایی که میخواد تخم بذاره حیوان. بعد میاد با فضله خودش حکم چسب رازی رو برای اینها درست میکنه، میچسبونتشون اینا رو، و واقعا هم از چسب رازی محکمتر هم هست، یعنی کندم نمیشه، این رونش رو درست میکنه. انسان که عقل دارد و اون حیوان فقط شعور حیوانی داره و عقل نداره، خجالت باید بکشه که از یک قمری و کفترچایی و کبوتر و فلان و بهمان کمتره. نشستن جوون هم چی میکنه؟ من نمیدونم، باباش بهش میگه چرا برای ازدواج، من نمیخوام، هر وقت شما نشستی 20 سال پیش فکر حالای ما رو بکنی که ما بریم ازدواج بکنیم، یه خونه چی کنیم، چطور کفتر قمریه و کفتر چاییه و یا کریمه و اینا باید برن با فضله خودش، با نوک خودش دونه دونه جاروها رو جمع بکنه، چوب جارو بیاد کنارم بشینه، لونه رو درست کنه، خودش هم بگرده کجا خونه پیدا کنم. تو نشستی بابات بره برات خونه پیدا بکنه، بابات خرج تو رو بده، تو از یه کفترچای کمتر شدی. لااقل نگاه کن به اون کفترچایه، ببین به چه نیروی لایزالی اتکا دارد و توکل دارد و اعتماد دارد، ازش یاد بگیر. لااقل اینو ازش یاد بگیر، با چه توکلی داره میره این لونه رو میسازه، تخم میذاره تو این لونه. بعد ببینید آیه شریفه رو، یغنهم الله من فضله والله واسع علیم. اینو تا اینجا داشته باشید، بعدن صحبت خواهیم داشت باز پیرامون این آیه. آیه یعنی این، آیه الهی قرآن یعنی این، یعنی این آیه. آیات دیگه هم اینطورها فرق نمی‌کنه، و لذا به امام صادق، به امام باقر، به ائمه دیگه عرضه داشتن که ابن رسول الله این قرآن رو هر چی ما می‌خونیم شما هی تفسیری هی می‌فرمایید، بیانی می‌فرمایید، اینها کهنه نمیشه. فرمود فرمایش خالق هست، همیشه تراوت داره، همیشه تازه است، کهنه شدنی نیست. بخونید ببینید چقدر جالبه. اینجا حالا ما جلسه گذشته دو تا مطلب عرض کردیم، اینو عرض بکنیم بعد بریم سراغ این بحثی که میخواییم مطرح بکنیم با یک سوالی که شروع میکنیم. عرض کردیم که این سوالو جلسه پیش مطرح کردیم که چرا اسلام اینقدر به ازدواج اهمیت داد، چه دلیلی داره، چه ارتباطی بین کسی که ازدواج نمیکنه و کسی که بدحجابی رو ترویج میده یا خودش بدحجاب است، با این عملش هم داره ترویج بدحجابی هم داره میکنه، چه ارتباطی بین اینا هست، چه ارتباطی میتونه برقرار باشه. جلسه پیش گفتیم از کسی که ازدواج نمیکنه از دو حال بیرون نی، یا فرد مقید و متدینه که توضیح دادیم چقدر باید سختی بکشه اگه بخواد ازدواج نکنه، چقدر باید سختی بکشه. دوم این که یا یک فرد لاابالی است، غیر مقید، آزاد آزاد، به قول حالا اینو بهش نمیگن معنی این نیست دا، داریم میگیم معنی نزدیک به این، یعنی یه آدم مثلا ریلکسیه، حالا راحت تر بگیم لایک، لایک هست، میگه هرچی بادا باد، از صبح میاد به این نگاه میکنه، به اون نگاه میکنه، به اون نگاه میکنه، به 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 به، متدین هم نیست که بگه لا اله الا الله سبحان الله، که میگه به 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 به، چه چه فلان، در مترو میره، در اتوبوس میره، در بی آر تی سوار میشه، در هواپیما سوار میشه، در قطار سوار میشه، فلان اینا هم به همه داره نگاه میکنه. اینی که مقید نیست، گفتیم خودشو محق هم میداند که هر کاری دلش خواست بکنه، یک بهونه رو هم این گذشته وسط، میگه چی آقا؟ میگه من شرایط ازدواج ندارم، دولت یه کاری کرده که من نمیتونم ازدواج کنم، پدر و مادر منم با عرض معذرت عرض میکنیم
ارزه این که برا من پولی جمع کنن فلان کنن نداشتن، من اینجور رها کردن. ولذا من میخواست خدا بعد میاد میشسته به این قضیه خلقت. حالا نگاه کنید، دیوارها هی کوتاه میشه، کوتاه میپره رو دیوار، مثل اسبی که دیدین از دیوارا میپره که یه دونش بخواه پاش میگیره میخوره زمین. این حیوان آدمی زادان بعضا هم اینطورن. دیوارهای کوتاه، دیوار امام حسین، دیوار امام صادق، دیوار امام باقر، دیوار امام زمان، دیوار خود خدای تعالی. به به، از دیوار خود خدا میپره. یعنی چی؟ همچی میکنه، میخواست منو خلقم نکن. حالا که خلق کرده، چون من شرایط ازدواج ندارم، به هر کی دلم خواست نگاه میکنم، میرم در بازار آزاد میگردم، هر کیو خواستم پیدا میکنم. سراغ نمیدونم یک مسیر درستی بخوام برم، مشروع بخوام عمل بکنم فلان، نیستم. من آزادم که خودشون محق میدونه در این زمین. حالا دقت بکنید، این رو هم جلسه پیش گفتیم. برمیگردیم به اصل سوال. سوال این بود چرا اسلام اینقدر به ازدواج اهمیت داده؟ یک بین الحلالین پرانتز برای شما عرض میکنم، یک احادیثی، یک سری احادیثی میخونیم، میخوایم جواب اینو اگه بشه تو این مجلس بدیم. اون پرانتزی که باز میکنیم اینه، خوب دقت کنید، یادداشت داشته باشید، این پرانتز خیلی مهم هستش. هر چیزی را که خالق برای مخلوق حرام کرده است و گفته است که مخلوق حق استفاده از این چیز را ندارد، من خالق بهش میگم این کار را نکن. شما بدونید قطعاً توش یک ضرری برای مخلوق هست، یک ضرری برای مخلوق. اینجا مجبورم باز تو این پرانتز استناد کنم به یک حدیث قدسی، بریم بعد ادامهش. معذرت هم میخوام که مأخذش رو نیاوردم، چون فی‌البداهه دارم عرض میکنم. در نظر بگیرید آقایان خانومها، خالق هستی نهایت درجه مهربانی رو به مخلوق داره، مهندسی این مخلوق رو کرده، پیچ و مورش میدونه کجا چجوری به چه صورت ببنده بسته، این چی رو بخوره از بین میره، چی رو نخوره از بین میره، چی کار بکنه از بین میره، برای روحش جسمش مضر، چی کار بکنه بالعکس همینطور است. ولذا اومده حرام و حلال براش در نظر گرفته. یه چیزایی هم که ضررش خیلی خفیف هست، مثل دستگاه‌های برقی که شما قدیما میوردن تو مدرسه، همچی میگرد یه کسی یه چیز عجیبش در میورد قدیم تو مدرسه بود، میگفتش که دستته بگی به این سیمه ببین چه جوریه، دستش به این سیمه گیره یواش اینو میپیچون اینجوری میلرزید، این نمیکشتش اما میلرزوندش، اذیتش میکرد. یه چیزایی هم مثل اینایی که نمیکشتش ولی اذیتش میکنه میلرزونه رو حکم مکروه براش در نظر گرفته. خب مستحبات هم یه طرف، خوب توجه بکنید خواهش میکنم. یک خالق هستی، یعنی وجود خالق هستی، آمده این کار رو انجام داده، حرامی حلالی، مکروهی مستحبی برای بشر در نظر گرفته. چرا در نظر گرفته؟ قطعاً اون چرا که حرام در نظر گرفته، قطعاً یک ضرر، دو ضرر، ده ضرر، صد ضرر برای مخلوق داره. گیرم مخلوق نمی فهمد، مخلوق روش کار نکرده بره بفهمه، ممکنم هست بره کار بکنه باز هم خیلی از اینها رو فلسفهشون نفهمه. خالقم ازش توقع نداره که او فلسفه همه حرام ها و حلال ها را بداند و بفهمد. آقا خوب دقت بکنید چی عرض میکنی. ولذا بهش فرموده که تو اول بیا منو تحقیق کن، بیاب شناخت به من پیدا کن، بلا فاصله که به من شناخت پیدا کردی اعتماد به من داشته باش، تعبدن بپذیر که من به تو میگم این بده، دست بهش نزن حرامه، تعبدن بپذیر این گفتم حلال هست برو طرفش، تعبدن گفتم مکروهه میلرزونت اذیتت میکنه طرفش نرو اذیت میشی، تعبدن بهت گفتم مستحب بپذیر، اگه میخوای دنبال تحقیقم بری سالها طول میکشه برو، ولی اگه به من اعتماد کردی تعبدن بهت گفتم این کار بکن بگو چشم. خوب دقت کنید، یک حدیث قدسی هم یه تیکه‌ای رو استناد میکنم. اگه میخواید خالق هستی رو بشناسید که چقدر به حال بنده دلسوز، دلسوز رو ما داریم میاریم چون واژه مترادف نداریم برای خالق هستی، واژه دلسوز میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ نه، من که دل نداره پروردگار که بسوزه که.
اما ما داریم استفاده میکنیم، عوامانه داریم حرف میزنیم که هممون بفهمیم. انقدر دلسوزه، دقت بکنید، به حال مخلوق خودش. این مخلوق حالا هر چی میخواد باشه، حتی دشمنش باشه، بازم دلش به حالش میسوزه تا زمانی که تو این دنیا هست. دقت بکنید، توجه داره که بیاد او رو هدایت و راهنمایی بکنه، سراغ این مضرات نره، ضررها نره. خوب دقت بکنید، حالا یک صلواتی بفرستید. در جایی یکی از پیامبران الهی تقاضای عذاب میکنه از پروردگار متعال، عذاب قبول میشه، نازل نمیشود. اون پیامبر میگه پروردگارا، من تقاضای عذاب کردم، زودتر بیام اینا رو، من دارم میگم عوامونه، بزنیم درب و داغونشون کنیم، اعصاب ما رو اینا ریختن به هم دیگه، این چندین سال ما چی کردیم فلان. یک جواب در این حدیث قدسی، جوابش هم من دارم نقل به معنا عرض میکنم، خطاب بهش میرسه که درسته، تو درست داری میگی و زود دوست داری که اینها از بین میرن، برن، زود از بین برون، اینها که دارن با من دشمنی میکنن. میدونی چرا زود دوست داری اینها از بین برن؟ میفرمای عرضه میدارد نه. خطاب بهش میرسه، میفرماید که برای اینکه تو اینها را خلق نکردی. باز اینجا عوامونه داریم عرض میکنیم، تو برای اینها زحمت چی نکشیدی، من خلقشون کردم. عوامونه داریم میگیم زحمت براشون کشیدم، تر و خشکشون کردم، جایی به داد اینا رسیدم که کسی نبوده، بزرگشون کردم، رشدشون دادم. نمرود یه بچه 2 ساله بوده، یتیم بوده، من پرورشش دادم، بزرگش. خود ملک الموت دلش به حال نمرود سوخته، گفت تا حالا شده دلت به حال کسی سوخته باشه؟ گفت بله. گفت کجا؟ گفت زمانی که یه بچه ای رو خطاب به من رسید که برو جان مادرش رو بگی، گرفتم. بعد گفت چند وقت جان پدرش رو میگودم پراره میشون من. گفت گرفتیم، ولی دارم این بچه با کی بزرگ بشه؟ این بچه بزرگ شو. گفت این بچه رو میشناسی؟ گفت این همون نمروده، این همون بچه هست، ما اینا رو بزرگشون کردم. چون بزرگشون کردم، به قول عوامونه زحمت براشون کشیدم، تربیتشون کردم، مخلوق من بودم، خلقشون کردم، من بازم عوامانه دارم میگم دلم نمیاد که به این زودی عذاب نازل بشه. که تو هم پیغمبر منی، درخواست کردی، منم درخواست رو اول گفتم چشم، من خدا گفتم چشم، درخواست بکنی درخواستت مستجاب هست، مستجاب و دعوی، ولی مهلت به اینها میدم به خاطر اینکه تو خالق نیستی، من خالقم. این خالق، این خالق هستی، هر حرامی را که برای بشر در نظر گرفته قطعا برای بشر یه ضرری داره، 2 ضرر داره، 10 ضرر داره، 20 ضرر داره. بشر حالا ممکنه نفهمه، ولی ازش خواسته اگه نفهمیدی یا فهمیدی تعبدن به من اعتماد کن و قبول کن. دقت بکنی، حالا این خالق هستی آمده گفته آقا این مسیر رو اگه بری حرامه، این مسیر رو بیای حلاله، اینجا رو بری مکروه، اینجا رو بیای مستحب. اینو ماده حرام حلال رو مشخص کرد. من مخلوق آمدم توجه ندارم، خیال میکنم خالق میخواد سرمو کلا بذاره، همچی میکنم ببین خیلی خوبه ها، چه چیزی هم خودش هم اومده به من تلفن داده، به من میگه زنگی بزن هر وقت میخوای یه کافی شاپ با هم دیگه بریم. آخه تو چه خالقی هستی؟ ببین نگاه کن ببین چی هست، خودش هم تلفن به ما داده، کم پیدا میشه. الان من رفیق دارم که رفیقام میرن تلفنم میدن، اونا قبول نمیکنن، خودش اومده تلفن داده. آخه تو چه خالقی هستی مدینه حرومش کردی بر ما؟ ببین آخه نکنه این مورد رو اشتباه کردی. میگیم چرا اسلام آنقدر به ازدواج اهمیت داده؟ دقت بکنید، پیرامون این سوال میخواییم از اون ور قضیه کسانی که ازدواج نمی کنن و همچنین تهدیدهایی که خدای تعالی و پیامبرش و ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین پیرامون این قضیه کردن، یه مقداری بخونیم با هم دیگه. فقط من سریع میخونم، شاید بتونیم به نتیجه کوتاهی بگیریم. دقت بکنید،
اول تشویق ها برای ازدواج، چند تاشو اون جلسه من خوندم. پیغمبر میفرمایند که هر کس دوست دارد که پاک و پاکیزه خدا را دیدار کند، دقت بکنید، با همراه داشتن همسری به دیدارش رود، یعنی حتما بره متأهل بشه ازدواج بکنه. خود پیغمبر میفهمد، اینو همه از پیامبر هست، مآخذش هم عرض میکنم، هر که برای خدا ازدواج کند و برای خدا کسی را به ازدواج دیگری درآورد سزاوار ولایت و دوستی خداست. یعنی میگن که این کیه؟ ملائکه میگن این کیه؟ میگن این دوست پروردگار متعال هست. خیلی حرفه، شما اینا رو روش کمتر شاید فکر میکنید، مثل من هستید، اما خواهش میکنم این مقدار بیشتر فکر کنید. شما در نظر بگیریم مقام معظم رهبری مد ظله العالی، شما یه جا میرید توی بانکی، توی موقعیت مکانی، توی جایی، میگن که آقا شما، میگه آقا من فلان کس، شما من فلان کس، شما فلان کس، شما چیکار هستین؟ بنده ای که از دوستان خاص مقام معظم رهبری هستم. عجب، آقا بفرمایین، ایشون دوستان خاص مقام معظم رهبری هستن. مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مخلوق پروردگار. حالا یکی رو حساب بکنیم و بگن ایشون، مثال داریم عرض میکنیم، ما اینا در زمان غیبت نیست، اینی که داریم عرض میخواییم بکنیم، بگن آقا این دوست خاص امام زمان علیه السلام هست. این خیلی حرفه، وقتی امام زمان توقیعی مینویسه برای شیخ مفید، درود و سلام بر برادر رشید ما و دوست خاص ما شیخ مفید، اسمشو میاره محمد ابن نعمان فلان فلان. بابا این خیلی خوب افتخاره، همه کیف، ما هم کیف میکنیم خودمون، ما هم جزء این مشمول این خطاب نیستیم ولی کیف میکنیم خودمون. حالا بیان یک آقا این چیکار است، میگن دوست خاص پروردگار مهربان است. خیلی اهمیت، میگه کسی که برای خدا میره ازدواج میکنه، میگن تو فرمودی من ازدواج کنم، من از یک کفترچایی کمتر نیستم، آمدم خطبه رو خوندم بسم الله الرحمن الرحیم، انکه تو مثلا مزوج رو یا خوندم مثلا زوج رو که مثلا نفسی یا خوندم مثلا، حالا سیاق مختلف رو عرض میکنیم که هر کدوم در جای خودش به کار میره، در ادامه بحث ازدواج خواهیم گفت. من خوندم برای رضای تو، من که کفترچه کمتر نیستم که پروردگارو، میخوام برم ازدواج بکنم. بسم الله میفرماید که یا این کارو بکنه یا بره کسی رو برای رضای خدا به ازدواج دیگری در بیاره. میفرماید این سزاوار دوستی پروردگار و ولایت پروردگار، ولایت اینجا برای دوستی است، یعنی خدا ولی اینه، سرپرستشه و دوستشه و هر کسی اینو دید از در اومد تو، میتونن مردم بگن که آقا دوست خاص پروردگار اومد تو، بسم الله، همه برایش صلوات بفرستید. مثال داریم اونجا. بعد پیغمبر فرمود که ازدواج کنید تا جمعیت شما زیاد شود، زیرا من در روز قیامت به وجود شما حتی به اون بچه هایی که از بین رفته باشن تو این ازدواج ها افتخار میکنم، بر سایر امت ها به خودم میمالم که امت آخر الزمان و امت پیامبر خاتم انقدر جمعیتشون زیاده ماشاءالله. تا حالا اینو میگنم چون آقا زیر دو تاش هم ما حالا یک واژه‌ای به کار میبرن، ما چند تا نقطه میذاریم، بله زیر یکیش هم ما بله بریم، حالا کسی نگو شما بری هفت تا بچه داشته باشی، میگه ازدواج کن فرزنددار بشوی انشاءالله، فرزند صالح داشته باشی، ایشون علی، ایشون حسین، الان شما برو تو افغانستان، شما عبدالمالک، عبدالحنان، عبدالمنان، عبدالفلان، عبدالفلان، یه دونه حسین توشون ببین، یه دونه علی، مگه اینا چیز عرض به خدمتتون که ذریه پیغمبر نیستن؟ علی ابن ابی طالب داماد پیغمبر نبوده، حالا خلیفه چهارم شما بوده، خب بالاخره داماد پیغمبر بوده، این همه راجبش فضیلت کتاب مستقل اهل سنت میشنن. بابا برید شیعه بره ازدواج بکنه فرزندان میشه، اسم بچه تو بذار علی، حسن، امیر، حسین، تقی، نقی، باقر، صادق، این همه اسمای خوب. شما شیعه هستم، شما مسلمان هستم، پیغمبر فهمود افتخار بکنید. بعد پیغمبر داره دستور میده، میفهمد ازدواج بکنید،
تناکهو و به ازدواج در بیارید. من پیغمبر میخوام افتخار بکنم. امروزه حالا شما میگی بلعکسش، حالا بلعکسش همه اینا رو بررسی میکنیم. قطر آمده میبینه ازدواج صورت نمیگیره، وقتی که مسئله بازار آزاد به قول یک سری افراد لاابالی مطرح شد، مسیر خلاف شر مطرح شد، قطر، امارات متحده عربی، شما برو تو امارات متحده عربی 3.5 میلیون حد اکثر جمعیت تو این کشور، کشور فیسقیلی هست، 800,000 تا اماراتی مثلا هست، مثلا اگه باشه، حالا ممکنه آمار من اشتباه باشه، پس پیش شده باشه، بقیهش همه مال کشورهای دیگه. تو قطر برو همین حالت، تو کویت برو همین حالت، تو عربستان برو همین حالت. جالب اینجاست، برو کشور غیر اسلامی، تو ژاپن هم برو، تمام نسل پیرمرد شده. چرا؟ برای اینکه زنا در این کشورها رواج پیدا کرده و زیاد شده، فرزند صالح به دست نمیاد، فرزند اصلا به دست نمیاد. وقتی که مسئله زنا هست، حالا بعداً عرض خواهیم کرد ادامه بحث ازدواج، مسئله فرزندداری مطرح نمیشه که، مگه دیوانه است طرف؟ وقتی داره به این عمل کثیف دست میزنه که نمیاد تابعیت، یعنی مسئولیت یک فرزند نامشروع رو بر عهده بگیره، که دیگه انقدر شوتینگ که نیستش که. ولیسا اینا موندن، قطر داره جایزه میده 10,000 درهم هر کس بچه دار بشه، 10,000 درهم میدیم بشه. کویت همینجور، امارات متحده عربی همینطور، عربستان سعودی به همین صورت، کشور ژاپن جایزه گذاشته، بعضی از کشورهای اروپایی مثل آلمان اخیراً جایزه گذاشتن، دانمارک جایزه گذاشته. برای چی؟ حالا میرسیم احادیث، اون وقت ببینید چه سخنان گوهربار و درارباری. برای اینکه نسل بشر منقرض میشود به واسطه چی؟ به واسطه زنا و عدم ازدواج. و لذا پیغمبر میفرماید تناکهو. حالا ببینید حرفای اسلام چی هست. حالا ما این بحث رو تحت عنوان این سوال جلسه بعد انشالله دنبال خواهیم کرد و نتیجه کلی خواهیم گرفت. امیدوارم که بعد از این نتیجه کلی انشالله ادامه بحث رو داشته باشیم، تا انشالله از این بحث ازدواج نتایج عملی و خوبی هم در جامعه ما محقق بشود انشالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. Yeah.